سلام بیننده های عزیز تلویزیون، خانواده های گرامی، افغان های بسیار نازنین در هر سر دنیایی که هستین، آرزو میکنم جور سرمند و سرحال باشین. خوشحال هستم که یک بار دیگه محمد علی احمدی برنامه را از غربت تقدیم شما عزیز ها میکنم. یعنی ما هنوز هم فعالیت های هنری خود را در غربت ادامه میتیم و برای شما خدمت میکنیم. امروز هم آمدیم مهمان یکی از آوازخوان های بسیار نازنین شدیم که دوست بسیار عزیز ما هستند و در اوتیش و سر میبرد که کلتا با صدا و چهرش آشنایی داریم. خب چی فکر میکنیم؟ بله، همونطور که حد زدیم امروز مهمان حفیظجان کرانگر شدیم، یکی از آوازخوان‌های تاپ اوتیش هست و یکی از کسایی هست که آهنگای پشتویشان نامفتاب سر زبان ها هست و گل کرده در این زمان ها. خب گفتگوی خود با حفیظجان ادامه میتیم. شما از زندگی و کارکردهای ایوانمند بیشتر آگاه میشین. حفیظجان سلام و خوش آمدید. یا والا من نکرد یا والا جانده و سلیموشی سلیموشی تسوم جانده و سی سنگه هست خانه ای تا بود میگذره روزای مسافری است. شکر روزای مسافری در اوزی شدون میگذره. چند سال از وطن دور است؟ والا که اختیار در تاویم اسم هیر شو دیر مده وشنو څه پاسا پاتیو ښکاله کیږي او ګرانه ښکاله چې ګرانه ور نه لري د ستاره نه لري مګر زړه کې را سره دی همیشه د وطن په یاد د ستاره په یاد مې راځي او په سر یا درې شی مردم وګورم چې خودت همیشه در خدمت مردم هستی با موسیقي و خود با اونو نزدیک هستی در وطن. یگانه چیزی که برای من انرژی میده و من سر پای نگاه میکنه این امی نزدیکی من نزدیکی قلبی ما با وطن دارایم است. اگه این امی هم نباشه و فکر میکنم که این روزهای سخت مسافری برای من سختتر و سختتر خواهد بود. اما که میگن مسافری سخت و خریده آن در یک بس نه؟ بارم به او ریسو بزنه بود. اما در بارانه اگر شما سر توم تیر شدت من اما تو که ما از وطن در یک دو سال میشه تقریبا دور هستیم و خدر دل ما با وطندارای ما به فامیلا عزیز میتفه و مطمئن هستم که آفرین خودت که 18 ساله در غربت زندگی کردی. 28 ساله 28 ساله بابا آوره پیشه گفتی 28 سالش فکرم نشد. خب به هر صورت حفیظ جان بیان که نام خدای چای هم هست و شم هم هست و گل هم هست دو لاب هست اینجا. خب چای پرده پرده و صحبت های خود آغاز میکنیم. میشه که از کارهای جدیدتان از کارهایی که روی موسیقی البته کار میکنیم بر ما معلومات بدیم که چی کارهای روی دست دارین در آینده؟ زما ورسته البوم په 2011 که اوته 2011 نه راپودی خوا هڅه مې وکړه چې نوي شانس را جوړ کړو خو څه لکه چې خپله په کاروبار کې ډېر مصروف یم او د موسیقي لپاره له بعده مره ډېر وخت نه لرم نو د هغه برسېره بیا مې هڅه وکړه د نوی البوم انشاءالله په دغه یو دوه درې هفتو کې وځي او هیله مندي ورته ډېره ډېره ده. دوستان ډېر انتظار دي د ټولو درنو لیدونکو نه هېوادوالو نه بخښنه غواړم که زما هنري کارونه داسې لږ د رسېږي یا نه رسېږي او یا ټوټې ټوټې د رسېږي زه ملامت یم انشاءالله په راتلونکي کې زه به یې جوړ کړم او دغه نوی البوم دا به جبران کړي انشاءالله. بیا خیر باشه. نه خود ګناه خود نیست، امی کارهای روزمره در بیرون و مصروفیت هایی که آدم می داشته باشه در جریان روز خودش هم دست و پاچه آدم بسته میکنه و نمیمونه که کارهای موسیقی رو زیادتر رویش کار بکنه. همون تر این مسئله از فکر میکنم. خب ولی جان آقا خودت اینه شکر خدا نه نزدیک که آمدی و کلگه پار از نزدیک میبینی ببینی که چقدر مشکل است. ما در این محیطی که زندگی میکنیم کمبودی بسیار زیاد داریم. هنرمندای که به حساب ما رنگرویی کنه، شاعرهایی که برای ما چیز درست کنه و خودمون متاسفانه یه تنها برای موسیقی وقت نداریم که صرف موسیقی کنیم. خب با وجود از با وجود کل مشکلات که هست با یک عالم مشکلات بازم تکرار میکنم موسیقی زیاد افغانستان با جور شو و یک مقدار آلمان جور شو و در کشورهای دیگه با جور شو یک عالم وقت در بر میگیره و نگفته نمانه که یک عالم مصرف هم داره و برای تلویزیون ها و رادیوهای عزیزی که میرسه اونم یک وقت در بر میگیره و تشکر میکنم از شما که کارای نیم و نیم کلا و کنده کنده ما رو نشر میکنن. خدا نکنه. خب دوره از این البوم جدید هم که گفتین در کل چند آهنگ داره در این البومتان و
شعرها و کامپوزهای از این آهنگ از کیها هست و چند آهنگ فارسی، پشتو و زاهی فکر میکنم آهنگ های امتار در البوم زد زن سخت افغان بلم نپیم ولی از ما پا در اوینه که اگر در افغانستان هر گوچ از ما پسله که در هر وقت هر کوچا و پس کوچه چه خبر از زمان هوا داره در گرام ده نو پا در البوم که می حسه کرده چه یوا دسته خکل از عربی سندره بسی یک خانه نم تو قدرانی مزدارم تو میده میده مزدار و یک دو اتن او یو دو نور پختو سندری دی پکه اما یو سندره چی پدی که ما تا دیر افانده واره ده دیر افانده واره ده اگه با ولی جان رو بنده خبری کچو بلی افانده واره ده نو ما تا دیر افانده واره ده نو در سندره می فرمایشی جوڑه کرده یو زمانگا اساس یو دیر خوش شاعر پالمان که وسیگی سمیع الدین افغانی صاحب چې همیشه ما سره مرسته کړی او ښه شعرونه راته لیږلي ما ورته زنګ وویل چې زما دغسې یو شعر پکار دی چې دغسې خاص مطلق داسې لغمانی لهجه ولري یعنې دریمندهای لغمان منتظر باشین که حفیظ جان یک کار کاملا لغمانی بر شما داره نو بس هغه نمې هیره وکړه چې زه غواړم چې په دغه شعر کې دغه شیان اوسي در خاطرات دی پکی وسی از این شیر که دو فرد شیر شفر ما بسید تکلوه می کنین یا می خوانین چه قسم خب یک کمک یک دو در قصر شروع شنی می پرتون می خب می تونم تکلوه بسید می تونم بکنم زمزمه کنیم میشه و شیری تو بود که ما می خواستم ما یک وقت در بخش پناهنده کار می کنم گفت کتوه می سازم در اوچه ما یکی از می در یکی اتاقا رفتم که دوستای ما بین خود هزارگی صحبت میکنه شما باور کنین برای من اینقدر کم بودی زی لحجی شیرین هزارگی احساس میشد که وقتی من ایشون این در چشمایم عشق آمد و اینا را با یک لحجی خاص در این مزدار صحبت میکردن که من را بیخی در دنیا دیگه برد از اون پایین آمدن در پالوی یک غرفه تلفن یکی از هندوهای افغانستان زنگ میزد افغانستان زنگ میزد و این نمود تو به می لحجه تاپ لغمانی صحبت میکرد که من یعنی لالا را از این پشتر که خلاف شدید بقید شما در میرسی چهار ماچ کردم بگادم اینا که من دیوانه شدیم شید گفتم لالا بوی وطن از پیش تو میاد گفت از کجاستی؟ گفت من خواست لغمان هستم و این گفتم و این گفتم همین میشه باز هم ماچ کردم خب بر صورت دیگر بلنی امروز هم تک احساسک برم پیدا شد که هنوز هیچ خواندن تا هنوز خوانده نشده که صرف دمی دری لغمانی باشه و می لحجه لغمانی که هستیم و نیستیم و ایتور گرامر و یا دری کابلی ما داشته باشه فکس لغمانی باشه یعنی مانه که استکی و نیستکی و چطور اکایی که تو ما میگیم دیگه بسیار دیگه که دو فرد از این شعر بشنیم از شما ای خب ای چندین فرد رو خدا کنه که در یادم باشه باز کوشش میکنیم که در آخر این مصاحبه شما خواهش خواهد کردم که یک تو تککش از اون بامره موسیقی برشان نشد کنیم خب میگن این یک لغمانی چل است دوستای عزیز این چون گرفتن است که در این وقت آواز تنچان میکنم خیر بس در آواز مواز چیزی نیست بر صورت خب میگن او میرم لغمان جان و روپا دل ما تنگ شده است میرم لغمان جان و روپا دل ما تنگ شده است ملک بیگانه با مزندان ده مزنگ شده است میرم لغمان جان و روپا دل ما تنگ شده است بابا بسیار مقبول ای خاص برای دوستایی که از سمت لغمان هستن خاص برای از اونا سروده شده و اونا میفهمن درد دل شما را اونا میفهمن که دوری از وطن و سرایدن چنین آهنگا چقدر خوشایند است برای چیزی که ما میخواستم در قسمت اضافه کنم ویست که برای هر بخش نام از لغمان گرفته شده اما هدف از کل وطن است و خاطر که دکستر جای تکرار شده که فرض مثال دلم در لندن وطن آمده و دلم پشت لوگرجان میگفه یا دلم فرض مثال در امریکا وطن آمده و دلم پشت کابل جان در دک دک است از این باید که از این باید که چی ها فقط از مسافر به وطن داره
گیر ساختی ما را والا دیدم این سوالت. خب عزم سفر من میخواستم دوستای عزیز که یک چیز سر دست داشته باشم، یک چند خواندن اودیویی یا ویدیویی که در وجه پیش دوستا و رفقایی که میریم دست خالی نریم. دیگه بخیر امی کارای اونریم که یک چیز رونق بیاره و زواده کنم چه پنجده رفتونگی که انشالله پلوگرام دوستان و سره خپل هواد که بسره و گروه او سه چیم زمان لازم شوی که ستاسو خدمت کده. بسیار عالی، ما هم منتظر کارها هستیم بخیر و امرای حفیظ جان بسیار در خدمت شما هستیم در کارهای شما. بیننده های بسیار عزیز، ما میخواییم از حفیظ جان بپرسم که همین شعر کمپوز بسیار تو شیرین و مزه‌دار از کدام شاعرها میگیره و کدام کمپوزیتورها با خود همکاری داره؟ بله نمیفهم از کدامش زود یادآوری کنم، دیر لمن چی دیدی نمونه را نهیر نشی. محترم استاد سنگروال سب چی پا لندن که جوان کهی، محترم سمیع الدین افغانی پا المان که جوان کهی، محترم تاج محمد فعال پا اتریش که جوان کهی، خاقلی پا ارزای سب افغانستان که دیدو او نور دیر شاعران و دیر شیرون از گت اخلم او بعضی دیدو شاعران دومره ما سره د زړه مینه او محبت لري چې په خپل خوږ اواز کې راته کمپوز هم جوړ کړی. سنګروال صاحب مننه کور ودان او افغاني صاحب چې دې خواږه شعرونه کله کله زما په تبه جوړوي، راته چې زه څه غواړم کله کله د هغوی دغه خواږه شعرونه زه استفاده کوم، راته لیږلي چې د زړه له کومې ټول نه مننه کوم. بسیار عالی. یکی از کنسرت ها و پلان های آینده که روی کار داری از او بپرسیم که چی پلان های روی دست هست؟ بدون از این آهنگایی را گفتین دی کنسرتون و پلانون خوص به در نجدی را دونگی که دو کنسرت از ما دیر و خواه دوستان و مرسته و پلان کشته پا یو درشم دی مارچ دی نوی کال پا ویار یا دی نوی کال پا ارلند یا کنسرت لرو دی ویانا پا کلی خار که چه انشالله زباور لرم چه ستاف همکاری او در امجان او در طول دوستان از ما دی نجدی دوستان پا همکاری در پروگرام انشالله خواندور پایته ورسیږي. بل کنسرت په همدغه میاشت کې بیا هم په 22 د مارچ د اینسبروک په ښکلي ښار کې ده. نو بیا د هغه نه وروسته دا نو زما د ټولو درنو هیوادوالو پورې اړه لري که دا سندرې او د لغمان جان سندرې یا فرض مثال هغه د پغمان سندرې او دا نور کوم خوښیږي نو زما د دوستانو سره اړیکې ونیسئ، ما سره اړیکې ونیسئ، موږ په ډېره مینه ټولو هیوادو ته شو. بله بله دوستان عزیز، کسایی که علاقمند کنسرت های حفیظ جان هستن و مطمئن هستم که در کشور اتریش همگی حفیظ جان دوست دارد، چون سال هاست در اینجا برای مردم برای جوان ها خدمت کرده، حتما در کنسرت ها شرکت بکنین و قدم را چه بکنین و ما را خوشنود بسازین. ای تو دوست می باشه می بینید دوست عزیز؟ خب دوست عزیز، من می خواستم این رو پیشتر پرسان بکنم که شما کنسرت های در خارج از اتریش هم داشتین و این پلانش هم دارین که در آینده هم داشته باشین، اگر دوست عزیزی که خواهش داشته باشن و شما رو اونجا دعوت بکنن برای کنسرت حاضر هستین که با اونا هم بری داشته باشین؟ گفتی اگر دانی کیو پرسش آرزوی من دیدار دوستا و رفیق هست. بله خارج از کنسرت های زیاد در ولایت مختلف اتریش داشتم، خارج از اتریش در کشورهای همسایه کنسرت های داشتیم، دوستا محبت کردن، رفاقت کردن، همه چیز رهبری کردن و در آینده کسایی که میخواین به حساب سپانسر شان پروگرام ها را یا تنظیم و ترتیب کنن که خودم در تماس شوند، که خودت در تماس شوند، انشالله دیدار با هم خواهد رسانده. با مو لحجه افغانی مگر لندن هم رفتی نرفتی؟ والا لندن خود چهار دفعه رفتی. بله پروگرام های در لندن هم داشتم، در باشتن انگلستان پروگرام های داشتم، در اوکراین پروگرام های داشتم، در آلمان پروگرام های داشتم و در اتریش و کشورهای نزدیک مانند سلواک دوست عزیز ما در اوجه زندگی میکنند پروگرام های داشتم که از محبت خاصشان برخوردار بودم. صمیمانه از خودشان تشکری میکنم. بیاییم که به تفاهم هم آهنگ بهمن جان یک کوتاه بشنویم. و من در یک قسمت میخوام اضافه کنم که نمی آدم مرا وعده کرده که برای لغمان جان یک کلیپ خاص شروع میکنه. دوستای عزیز نمانیم که این آدم گپ شده ماها بکشه بارام جان عزیز اینها با خب دوستان منتظر است، من منتظر استم یک کم آهنگ خاص شنیدیم و
منتظر کلیپ مقبول از خود شما هستیم. بله دوست عزیز، منتظر کلیپ باشین با زودترین فرصت انشاءالله که از این کانسپت ها فرصت پیدا کنیم، انشاءالله کلیپ هم میسازیم و تقدیم شما عزیزا میکنیم. خب با شنیدن همین آهنگ که کوتاه میشنوید روزی مثلاییم کوتاه آهنگ بشنوید و با شنیدن همین آهنگ شما را هم بلای بینیاز بسپارم. اگر حفیظ جان کدام گفتنی خاص دیگه داشته باشه؟ گفتنی خاص دیگه چیزی ندارم صمیمانه، از خودت و تیم کاری رامشان صمیمانه سپاسگزاری میکنیم که همیشه مرا همکاری کردین و کارهای هنری نیم نیم کردین، مرا همیشه سپورت شدین و یگانه آرزویی که دارم از فرد افغانستان، از فرد افغانستان، برادرای من، وطن دارای من، عزیزای من، ما اینقدر بس است، این جنجال ها، عمیق جنگ ها، همه چیز بس است. ما و شما دوست هستیم، برادر هستیم، هموطن هستیم. اگر یکی ما سر یکی دیگه خود دل نسوزانیم، هیچ کسی دیگه، نه خارجی و نه همسایه و هیچ کسی کار نخواهد کرد. ما آرزوی من زندگی خوش بر هموطنهای ما است و لبخند سر لباشون، داناشون و زندگی خوش برشون آرزو دارم. خب به همین امیدواری تا برنامه های بعدی که ما احمد ولید احمدی از خوربت تقدیمتان میکنم، بدرود. شادارم